کمبود باران، بروز خشکسالی و کاهش علفچرها برای مواشی باعث شده تا هزاران خانواده از ولایت‌های غر، بادغیس و حتی فاریاب به ولایت هرات پناه بیاورند. آنها میگویند کمبود آب باعث شده حاصلاتشان خشک شود. از خشکسالی آمدیم که نه گندم ما شد، نه علف شد. مالداری از مردم از بین رفته است، نه علف است، نه چیز است. از همون بدبختی آمده است. خشکسالی بود، هیچ نبود. گندم پاش دادم، گندم نشد. هر چی پاش داده بودم، جو پاش داده بودم، نشدم. اینجا آمدم، گفتم اینجا اینا گفت کمک است، کمکم نیست، در بدری است. این بیجا شدگان داخلی همچنان از بیتوجهی حکومت و نهادهای امدادرسان در راستای توجه به وضعیت خیش و دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی فرزندانشان ابراز نگرانی میکنند. کلینیکی نمته دارو دوای بیاره که قتل نشیم دیگه. 10-20 روز میشینیم اینجا قتل شدیم. از دست خاک و گل و از دست بیچارگی کم بختی مریم دیگه. از حکومت مکتب میخوان که با ما یک چیزی بده، مکتب و کلینیک میخوان که با ما مرا سرویس کنه، که با ما چیزی نمیاره. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در غرب افغانستان نیز تایید می‌کنند که در جریان 40 روز گذشته نزدیک به 5000 خانواده بیجا شده داخلی به هرات آمدند و دلیل آن عدم کمک به متضررین خشکسالی است. در بادغیس 8000 متریک تن گندم داریم. در غور 5500 متریک تن گندم داریم. ولی متاسفانه من نمیدونم اونجا ولایت همجوار چیکار می‌کنن که مردم گروه گروه و دسته دسته خانه‌های خود رها میکنن و به طرف هرات میان. و اگر اوضاع به همین شکل پیش بره، من فکر میکنم که ولایت غور و بادغیس خالی از سکنه خواهد شد. یعنی با قطعیت میتونم این چیزه بگم. مسئولان شماری از نهادهای بین المللی در افغانستان نیز از این وضعیت نگرانند و هشدار میدهند که خشکسالی در غرب افغانستان به یک بحران مبدل شده و فاجعه آفرین خواهد بود. Natural disaster, drought, flood, or whatever it might be. به طور عموم ما نگران گسترش این وضعیت هستیم که باعث فاجعه طبیعی و خشکسالی در مناطق شده است. آنها نمیخواهند زمینها و حیواناتشان را ترک کنند، اما وضعیت آنها را مجبور کرده است. آنها به قدر کافی برای خانواده ها و حیواناتشان غذا و آب ندارند و گزینه دیگری هم نیست. مقام های محلی ولایت هرات نیز میگویند آنها در تلاشند تا با شناسایی متضررین واقعی خشکسالی ها و کمک به آنها زمینه بازگشت آنها را به مناطقشان دوباره فراهم سازند. متاسفانه حجم بالای آوارگان داخلی و پایین بودن سطح امکانات در سطح ولایت هرات یک سلسله مشکلات جدی به بار آورده. تقاضای مقام ولایت هرات از ولیان ولایت همجوار و همچنین ادارات مرکزی ای بود تا کمک‌های بشردوستانه به مناطق اصلی سکونت این افراد انتقال و توزیع بکنند تا از آواره شدن این افراد جلوگیری بکنه و در عین زمان مشکلاتی که در هرات به وجود آمده اینو کاسته بشه. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا، حدود 2 میلیون شهروند افغانستان از خشکسالی آسیب پذیرند و برای کمک به آنها 115 میلیون دلار نیاز است. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.